سازمان جهانی نفی خشونت حملات خونبار اطلاف عربی سعودی علیه یمن را محکوم کرد. در پی جنایت خونین اخیر علیه ملت یمن و قربانی شدن کودکان و بیپناهان، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده بیانیهی صادر کرد. در این بیانیه آمده است، بار دیگر قتل آمی در یمن صورت گرفت که دهها تن از کودکان بیگناه و بیدفا را به خاک و خون کشید، قربانیانی که هیچ گناهی نداشتند جز اینکه در نقطه و زمانی خطیر در جنگی وحشیانه حضور داشتند سالهاست که تنور جنگ در این سرزمین تفتان است و جان گناهان از کوچک و بزرگ و مرد و زن را میگیرد و اقدامات و مطالبات بین المللی نیز نتوانسته است از شدت آن بکاهد میلیون ها تن از مردم بیگناه یمن تعمه گرسنگی کمبود دارو و پیامدهای یک جنگ تمام عیار وحشانه است که همچنان میتازد و ویران میکند و میکشد در ادامه این بیانیه آمده است اخیرا دهها کودک هدف حمله موشکی هواپیماهای اعتلاف متجاوز قرار گرفتند و به خاک و خون کشیده شدند آنچه رسانه ها ان اکاس دادن جزی اندک از فاجعه بزرگی است که مردم یمن در سرزمین جنگ و مهنت زده خود تحمل می کنند. جامعه جهانی نیز در برابر این فاجعه فقط به اظهارات و صدور بیانیه منفعلانه و بی اثر بسنده کرده که در متوقف کردن این قتل آمها و فروپاشی و نابودی سرمایه انسانی زیست محیطی و اقتصادی یمن هیچ اثری نداشته است. چنین رفتار و واکنشی از جهانیان اعتلاف و فرماندهان این جنایات را به بی اعتنایی روز افزون به جان ملت سرکوب شده یمن واداشته است جنگ یمن که مردم بیگناه خردسال و بزرگ سال هیزم تنور آن هستند لکهی بدنامی و ننگی است بر پیشانی جامعه بشری و انسانیت و جامعه‌ای که نتوانسته است این جنگ ظالمانه و نابرابر را متوقف کند در پایان بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده آمده است این سازمان جنایت زشت و شرماوری را که اعتلاف سودی بر ضد کودکان بیگناه روا داشته به شدت محکوم می کند و از سازمان ملل متحد می خواهد هرچه زودتر برای متوقف کردن این جنگ خونبار اقدام کند و با هر وسیله آن را به پایان برساند تا از تکرار آن توسط نیروهای عربستان سعودی و امارات جلوگیری کند و محاصره همه جانبه و مصیبت بار ضد یمنی ها را فرو شکند.